همینجا سر کن. همینجا. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. صفا آوردید. خیلی خیلی خوش اومدید. حتی شما دوست عزیز. حتی شما. خیلی خوش اومدید. خیلی خیلی خوش اومدید. من باید همینجا ببخشید سیامک جان. داماد عزیزم، من قبل از بردن کیک یک مختصر عرایزی داشتم. بله پدر، خدمتتون عرض می‌کنم. یک دوسه آزمایش میکنیم. این چرا صداش نمیاد؟ میشتم برم جا. بذارید یک دو سه چهار. دو چهارش کن. خب خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی خیلی خوش آمدید. حضار محترمی که اون عقب نشستن میتونن تشریف بیارن جلوتر صدا برسه. خانم ها و آقایان، با تشریف فرمایی خودتان مزین کردید این مجلس رو، مراسم شادمانی رو، مراسم عزیز پیوند فرخنده خانواده محترم زندی و بزرگ خاندان سلطانی. بنده به عنوان پدر داماد میخواستم با خبر مهمی خوشحالی شما را امشب دوچندان کنم. چه خبر اینجا؟ جناب صاحب حتما گود بای پارتی گرفتن دیگه. اینا چه حالی میکنن، ما چه حالی داریم. عرض کنم امشب علاوه بر مراسم ازدواج سیامک جان پسر عزیزم و نوشین خانم، دو نوگل همچین به فهمی نفهمی شکفته هم میخوان امشب. چرا حمله نمی کنی؟ احتیاج به حمله نیست، اجازه داره بید. زنگ زدن؟ بله بله، داشتم عرض میکردم این دو نوگل شکفته بنده حقیق و سرکار خانم. آقا دم به در پلیس آمده. پلیس؟ چرا سرما پکره نمیان؟ ما ده دقیقه از اینجا علافیم. فکر کنم به خاطر مهمونیه، سرصدا زیاده، میان. منو کجا میبری با خودته؟ بابا بالاخره شما وکیل وسیع هستی، قانون و ماده و تفسرهای این چیزا رو میدونی، خواهش میکنم کمکم کنی. تفسره کدومه؟ من یه کارچاکو بیشتر نیستم، یه معامله جوش میدم یه خرون گیر ما میاد. شکست نفسی میفرمایی قربان؟ فقط یه خواهش ازت میدارم. بگو. من عین برادر کوچیکتون، من واقعا مقصر نیستم. آقای زندی مطلقا از این جنیات چیزی نگی، خواهش میکنم. به اعصابت مسلط باش، چیزی هم نمیگم. من نمیگم. بابا اونو خاموش کنید. بابا شاید مال سر صدا نباشه، برو ببین چی میگن. مال سر صداست، من مطمئنم. برو، من مثل کوه پشت سرتم. برو ببین چی میگن. من اینجا واسادم. برو. شما ما میسی؟ آره میام. برم من. برو. جسارت من نمیدونم. بابا معطلش کنی بیشتر شک میکنن. اصلا خود من الان به همه شک دارم. برو. به شما نمیگم. بله بیا بیرون آقا. چرا نمیگید به آدم؟ سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید، بفرمایید داخل. خیلی ممنون. جدا میگم تولد بچه هست، خبری نیست. بفرمایید درنتون شیری کنید. بفرمایید. آقای سیامک سلطانی؟ بله خودم هستم. یه حکم جلب شماست، شما بازداشتید به خاطر تولد بچه. فقط همین؟ یعنی چی آقا؟ سلام جناب سرکار، شب شما بخیر. اینا اومدن خودت جناب آقای وکیل وسیع پناهور، کارت نشون بده. همه جا که کارت نشون نمیدن. جناب سربان حق با ایشونه، یه جشن تولد کوچولو موچولوه. تشریف بیارید تو. همین آقا تو دفتر از همه ما امضا گرفت، دست همه شون با هم تو یک کاسه. یعنی چی آقا؟ چی میگی آقا؟ من اصلا این آقا رو نمیشناسم. شما میشناسی؟ نه. ای کلا بردار، تو یکی دیگه دهنتو ببند. جناب سربان دوز حاضر، بوزم حاضر. خودت دهنتو به من مرد حسابی، بوز خودتی. بابا همسایا ببخشید، کلا برداری یعنی چی؟ یعنی من کلا بردارم؟ جناب سلام، آقای از دست شما شکایت کردم. شما از دست
دست من شکایت کردین؟ من دست شما گلگی کردم؟ من اصلا شما رو نمیشناسم. جناب سروان، من امشب شب عروسی مهمونا منتظرن، نمیشه که من کجا بیام. جناب سروان تا الان میگه تولد بچه‌م، الان میگه عروسیمه. اینجوری میگه آدم هول میشه عروسی بچه‌م؟ آقا هر جوری که دوست دارید فکر کنید. سلام، چی شده سیامک؟ نمیدونم آقا، این اومدم من شکایت کردم، بعد جناب سروان میخواد منو ببره. کجا میخوای شوهر منو ببری؟ من اصلا آقا نمیشناسم، نه ایشونو میشناسم نه ایشونو. اما پدرزن نامردت ما رو خیلی خوب میشناسه. پدر من؟ بله. آقای زندی؟ بله، پدر خانم کلاه ما و 70 80 نفر دیگر برداشته. شما که گفتی فقط شما. ببین جناب سروان، من نیستم که اینه. سلام. سلام علیکم. نفری 50 میلیون پول گرفته از ما. ببخشید ایشون گرفته، منو برای چی داریم میبریم؟ همه میگن تو وکیل وسیشی، همه دارایش میگن دست توه، خب باید تو اونشو بدی. همه یه چیزی میگن، اونم خود بدبختم ای گفتم که پوز دادم. آقا اصلا من وکیل وسی نیستم، وکیل وسی پناهور اصلی ایشونن. خب بعد حالا شاگردی کنیم. برو. چی میگی برای خودت میبری و میدوزی؟ جناب سرمان، این اومده تو دفتر امضا داده، وکالت همه اموال پدرزنی به عهده گرفته. سرکار مقدم، آقای رو منتقل کنید کلان سری. آقا یه دقیقه وایسی، یعنی هیچ راهی نداره؟ نه خیلی خانم، در ضمن سر صدا کم کنید، مزاحم همسایه نشید. بفرما آقا. نوشی منتظرم میمونی؟ آره بابا. نگران نباشی، نگران نباشتم. چه جوری نگران نباشم؟ این بابا عروسی دخترم شده و عزا میگه نکرم. خدا نکنه به افتخار عروس و دوما. سیامک جان خودش اونجا هست. حرفی چی جان درست میشه، نگران چی شد نوشین جان؟ رفته ها؟ نوشین سیامک هنوز دمه در آره؟ ما نمیدونم بردنش. چه؟ بردنش؟ خب حتما همسایه ها شکایت کردم، من که گفتم اینجا مهمونی نگیریم. نوشین چه چیزی نمیگی؟ کجا بردنش؟ الو آه گرفتینش؟ خب تو مهمونی عروسیش؟ اسم دوما چیه؟ سیامک سلطانی؟ آقا دمتون گرم، شما برین. آقا مهمونی تموم شد، بفرمایین. به چه زبونی بگم؟ بفرمایین. دوستای منم رفتن، الان مشکل فقط همینا بودن دیگه. نه مرد شروع، اون دوستای تو هم ببرن، آدمو به هم زدن. اصلا دیگه به کی میشه اطمینان کرد؟ ببین من چطوری بچه دسته گل خودم اینجوری دستی دستی انداختمش تو عکل. آقای دکتر تو رو خود اینقدر خودتون ناراحت نکنی، فشارتون میره بالا ها، یه سوء تفاهم حل میشه دیگه. سوء تفاهم چیه پروین خانم؟ مامورای کلانتری که دروغ نمیگن، همه چیز مثل روز روشنه. آخه چرا از ما سوء استفاده کردین؟ چرا ما رو گول زدین؟ شما چرا آبروریزی میکنید آقای دکتر؟ بابا اصلا زنده اهل این حرفا نیست. من آبروریزی میکنم یا اون شوهر کلاهبردار تو؟ این شماها نبودین که این لکه ننگ رو گذاشتین تو دامن خاندان پر افتخار ما؟ آقای دکتر هر کاری یه راهی داره، راست میگه دیگه. تنها راهش پروین خانم اینه که شوهر کلاه بردار این خانم رو پیداش کنیم، پسر نازنین من رو تو زندان بیرون بیاریم. شما چرا اینطوری صحبت میکنید؟ بابا اصلا هنوز چیزی ثابت نشده که. راست میگه دیگه مامان، چرا خودتو میزنی به اون راه؟ خودم شنیدم موضوع سر کامیون است. شوهر بدبخت من کامیونش کجا بود؟ حالا مگه به خرجش میره؟ این پسر بدبخت منه که امشب باید تو بازداشتگاه بخواب. والا تا حالا پاش به اینجور جا باز نشده بود. قضیه این کامیون ها چیه؟ کامیون ما اصلا هیچی نمیدونیم جناب سروان، باور کن. من اصلا نمیدونم کامیون چیه. میدونم چیه کامیون چی هستش، ولی نمیدونم باید چی بگم. ببینم، یعنی تو نمیدونی بیزینس پدرزنه چیه؟ جناب سروان راستش بخواین من 10 روز بیشتر نیست که باهاشون آشنا شدم. یعنی خب بزنید وکیل وسیع ایشون توضیح بدن دیگه، چون همیشه در جریانن. آقای جابری شما بگو. جناب سروان من از هیچ چی خبر ندارم، اینجا باید واقعیت ها رو گفت، غیر از اینه.
جناب سرما من نمیدونم ایشون فکر کنم از اینکه ما دعوتشون نکردیم لج کردن چون یه دفعه اومدن فکر کنم به خاطر همینه. بعدم اینکه من واقعیت رو میگم که من تو 10 روز مراسم عقد و عروسی همه چی در واقع با تصمیم دو تا خانواده راه انداختم و الان به قبلش هیچ اطلاعی ندارم که کی بودن کجا بودن الان چیکار میکنم الان کجاست پدر خانم اینو من اگه میگه چون دعوتت نکرد مرد استونی حرفو کدومه. خیلی خوب ببینم اینجای من چیزی نوشته یعنی من نوشته چیزی میبینی؟ بله یه آقداری چروک اینجا هست که نشانه تجربه زیاده با مخلص مرد حسابی تو میخوای من باور کنم که آقای زندی ظرف 10 روز هم دخترشو به تو داده هم وکالت و تعامل اختیار به تو داده و زار زندگیشو دست تو سپرده و رفته که بره؟ تو میخوای من باور کنم که تو پای ورقی رو امضا کردی که متحد بشی مبالغی رو پرداخت کنی؟ تو الان به 150 نفر اینجا بدهکاری؟ این امضای توئه؟ بله. خدا پدر و مادرتو بیامرزه ما رو خلاص کردی جناب سرما. امضای ایشون پای همه اسناد و مدارکه. یعنی چی؟ یعنی من بدبخت بیگناهم. اجازه مرخصی میفرما؟ نه خیر. کجا؟ تو قرارداد رو بستی. جناب سرما. بله قربان. این دو نفر باید تحت نظر باشن. اطاعت میشه. منتها پیش هم نباید باشن که به طور خودجوش حرفشون یکی نشه. ببخشید جناب سرما. بعد واقعیت ها رو گفت. من از روز اولم که این آقای وکیل وسیع دیدم نگاش به دلم نشست. خب واقعیت ها رو گفتم دیگه. حرف مفت نزن بابا نگاش به دلم نشست. برو بکار. ببرشون. بفرمایید. میگم مینا کاش که میذاشتی یه زنگی به بابات بزنیم از تو فرودگاه. اولا اونطوری که دیگه غافلگیر نمیشد. دوما ما رو یاد بدونیم وقتی ما خونه نیستیم آقای مجلسی خداحافظ. آقای مجلسی تنها تو خونه چیکار میکنه که اصلا سراغی هم از شما نمیگیره. راست میگی یا بلا. باشم بذار یه بارم مثل خودش ما غافلگیرش کنیم ببینیم آخرش چی میشه قیافش چه شکلی میشه. شیطونک. در چرا بازه؟ نمیدونم. بیایم بریم. بیایم بابا بیایم بریم. مهمونی به اینم میگن مهمونی. بیایم بریم دیگه. بریم. سلام. علیکم سلام. ببخشید آقا اینجا چه خبره؟ هیچی خانم دیر رسیدید مهمونی تموم شد. بریم. مهمونی؟ همچین مهمونی هم نبود بابا. مینا اینا کی بودن؟ من چه میدونم فکر کنم بابا یه مهمونی اساسی گرفته. آخه اینا که هیچ کدوم آشناهای ما نیستن. خدا نگهدار. یعنی اینا رو شما هیچ کدوم نمیشناسی؟ نه مادر جون. خب بیبریم تو ببینیم چه خبره. بقیه مهمونا کجا؟ من معذرت میخوام ببخش شما اینجا چی کار میکنین؟ بنده آدومات به من سفارش کردن که بیان بالا زیاد حرف نزنن. آها. تا ایشون بیان دنبالا. داماد به شما بله گفتن. بله. شما؟ من ساقدوشم. بله خدا نگهتون داره دستتون در نکنی زحمت میکشین. فقط یه لطف کنین تشریف ببرین چون دوماده که بردن کلانتری خانواده عروسم تو زرد از آب در اومد. من چقدر باید بدشانس و سیاه بخت باشم که آخر عمری باید ساقدوش چی؟ یه دوباد خلافکار باشم. ایداده من خیلی عذرخواهی میکنم از شما دیگه پیش اومده دیگه. من فقط لطف میکنید خواهش دارم که تشریف ببرین. تشریف ببرین؟ بله لطف میکنین ببخشید. مهمان خواستیم؟ بله چشم دستون در نکن. من حتما خدمت شما هستم. لطف کردی. خوش اومدی. تموم شد مهمونی. بفرما. ببخشید من معذرت میخوام. خوب خدا فرم. سلام خانم مجلسی. آقا سعید میشه به من بگی اینجا چه خبره؟
سلام سرکار. سلام. من برادر صاحبونم زنگ زدم گفتن سریع خودتو برسون. چی شده؟ دزموز اومده؟ دزد چیه خانم مجلسی؟ تعریف از خود نباشه، این همه فامیلای بندن، ایشون عمه بنده است. قربون سلام علیکم. پدر بنده هستن. عرض نکردم. ایشون برادر زنداداش هم هستن. ایشون زنداداش هم هستن. ایشون عمه زنداداش هم هستن. ایشون مادر زنداداش هم هستن. ایشون جام سلامم که حالا نمیشناسم، ارادت دارید. مخلص شمایی. چی شده جون؟ سلام. سلام دایی. پس کجایی شما؟ مگه تا زنگ زدی راه افتادم. چی شده؟ اجازه بدید خانم، شما ایشونو میشناسین؟ بله. ببینید اگر سرقتی انجام شده، بنده به عنوان پلیس نظرم اینه که این سرقت داخلیه، چون نه دری شکسته نه قفلی به این رفت. جناب سرهنگ، سرقت کدوم؟ آقای مجلسی خودشون گفتن من موقع تعطیلات میتونم بیام اینجا. داری دروغ میگی دیگه. من خودم با بابام تماس گرفتم، گفت هیچ کاری نداره، تهران میمونه. اصلا جناب سرهنگ، اینا یه بلایی سر بابای من آوردن. دایی تو رو خدا برین خونه رو بگردین، شاید جنازه بابای منو پیدا کنین. چی بگم دایی جون؟ این حرفا چیه میزنی خانم محترم؟ مگر ما قاتلیم؟ بابا جان شما شروعش نکنین. آقای مجلسی مسافرت تشریف دارن خارج از کشورم هستن. آقا جهانگیر خودشون در جریانن. مگر آقا جهانگیر؟ آخه بابای من خارج از کشور چی کار میکنه؟ میخواستم شما رو سورپرایز کنم. دیوونه هستی که دایی جون، خونه رو سپرده دست این ابله، اما خودش رفته دنبال قرتی بازیش. آقا سعی، چرا این بلا رو سر خون زندگی ما آوردی؟ ایوا ایوا دکتر اکبر، شما که گفتید زنت مرده، حالا دختردار شده، ادعای ارث و میراث هم میکنه. خانم مو که به شما گفتم اینا کلاه بردارن، این حرفا دروغه، خون مال خودشون نیست. شما باورت نشد؟ آخه اینا به ما گفتن شما همچین یکم، شما همچین جداباد خودت یکم. جناب سرهنگ، من نمیدونم اینجا چه خبره و این خانم‌ها آقایون کیان، ولی در هر صورت من از همه اینا شکایت دارم، چون اینا بدون اجازه خانواده ما وارد این حریم شخصی خونه ما شدن. وارد شدن، حمله کردن، تصرف عدوانی کردن. اجازه بدید خانم، شما در واقع از این خانواده شکایت دارین؟ خانم مجلسی من به شما توضیح میدم، ما فقط یه جشن مختصر. ببخشید جناب سرهنگ، منم از این خانواده شکایت دارم. از این خانواده؟ نه خیر، از این حدود خانواده. از این خانواده؟ بله، به خاطر اینکه اینا دختر منو فریب دادن و عقد پسرشون درآوردن. خانم بی خودی شلوغش نکن، شما با این حرفا نمیتونی از چنگ قانون فرار کنی. من خواهش میکنم آروم باشید، این مسئله بالاخره حل میشه. آقا جهانگیر شما اجازه بفرمایید جناب سرهنگ تشریف ببرن، ما خودمون این مسئله رو حلش میکنیم. جناب سرهنگ شما تشریف بفرمایید. جناب سرهنگ هر کی از اینا بگذره من که نمیگذرم. من با یه دنیا عشق و آرزو فریب این آقا رو خوردم، بهش جواب مثبت دادم. خیلی هم دلت بخواد خانم جواب مثبت دادم. اصلا جناب سرهنگ کاکا، مو از شوهر این خانم همی که بغلش وایساده شکایت دارم. 50 میلیون منو خورده، در رفته پیداشم نیست. آقا ما شکایت دارم. بگی بگو، بگی بگو، بگی بگو، بگی بگو. جناب سروان، زنده اسم شوهر بنده است. ضمناً لازم به ذکری که بهتون بگم پرونده ایشون هیچ ربطی به این پرونده نداره. اون پرونده مال یه پرونده کلاهبرداری دیگه است. ای بابا شما چقدر سر هم دیگه رو کلا میذارید؟ اصلا معلوم است با خودتون چند چندین؟ خانوم شما دقیقاً به من بگید کدوم طرفی هستید و از کی شکایت دارید؟ من این طرفی هستم و از اون طرفی ها، یعنی پسر ایشون آقای سیامک سلطانی شکایت دارم، به جرم فریب دادن دختر فریب خورده من. فریب دادن هممون جناب سروان. این آقا که پدر اون متهم باشن، میخواستن سر من کلا بذارن. با پروین جون، پروین جون هنوز که برای شما اتفاقی چطور اتفاقی نفتده؟ قلب من شکسته، من قلبم جریه دارن. خب خیلی جریه داره، باشه که بیمارستان نیست. ببخشید آقای جناب سروان، پسر ایشون وقتی که اومدن خواستگاری دختر من، گفتن که من پول دارم، مهندسم، چنینم، چنانم، فلانم، بیسارم، ولی هیچ کدوم اینها نبود. من از ساعت طلاق دخترم رو از شما میخوام. از من؟ بله، نه، از سیامک سلطانی. خانم اینجا که دادگاه حمایت خانواده نیست، اون باشه بعد خودتون اقدام کنید. خب آقا حرف بزنید، چه توضیح دارید بدید؟ ما حرفی نداریم، ما چه توضیحی بدیم؟ بعضی از این چیزایی که میگن راست میگن. ما یه کمی کلاهبرداری کردیم، یه کمی هم صحنه‌سازی، بله، ولی خدای من شاهده جناب سروان، هر کاری که پسر من کرده ها از روی عشق بود. جالبه، با عشق. ببینم سر خریداری کامیونم با عشق کلا گذاشتی داره؟ نه جناب سروان، سوء تفاهم نشه بابا، اون یه پرونده دیگه است. تو اون پرونده سر ما کلا رفته، اینا کلا بردارن، کلای ما برداشته شده. یعنی تو اون پرونده ما شاکی هستیم، اینا متهم. ای 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 چه پر رو؟ ببینید من دارم پاک دست شما کلافه میشم.
پیشنهادم اینه که یه جوری با هم کنار بیاد و به تفاهم برسیم. همین. جناب سروان هر کی تفاهم برسه من با این آقای دکتر به تفاهم نمیرسم. ایشون با تکلیف منو مشخص بکنه. ما بهتون نگفتم اینا کلا بردارن دارن دروغ میگن؟ شما باور نکردی. چه میدونستم؟ عشق چش آدمو کور میکنه. وای حالم خراب شد. مرد شروع عشقت بردن. مشخط ببرن. چقدر بابات بهت گفت این عشقا و آشنایی ها هیچ فایده ای نداره پدر جان؟ چقدر بهت گفت بذار راجع به اینا تحقیق کنی مادر جان؟ چقدر گفت اینها مسئله دارن؟ چقدر گفت؟ به خرجت رفت مادر؟ به خرجت رفت اینا باخر عاقبتش بیا. خواهشن شما دیگه راجع بابا حرف نزن که کلا بردار اصلی خودشه. یادت رفته دیشب و نه؟ سه هنوز داره این پسره حمایت میکنی؟ من فردا صبح علت طولو آفتاب نداده طلاق تو رو از این پسره میگیرم. من تو سیامک رو بیرم هیچ تصمیمی نمیگیرم. جناب سربا من میتونم شوهرام ببینم؟ بله همسرتون تو اتاق منه. ترتیب میدم که 5 دقیقه با هم صحبت کنید. سرکار وای خب به جناب سروان پول ما چی میشه؟ اینا 50 میلیون کلاه منو برداشتن. من آخه به تو چی بگم؟ لاقل میذاشتی 24 ساعت در دستگیری برادرت میگذشت. بعد برادرش؟ مگه اونم خلافکاری؟ بله خانم پروندهش هنوز داغ داغه. به جرم کلاهبرداری دستگیر شده. دست درد نکنه مجلسی با این آدم شناسید. کمونه بود سرمونم ببرم. اینجوری هم نیست خانم مجلسی. اینجوری هم نیست؟ ببینین جناب سروان پدر بنده به ایشون اطمینان کرده و کلیدای خونه رو داده به ایشون. ایشون هم سوء استفاده کرده، نه تنها که از خونه مراقبت نکرده بلکه مهمونی گرفته تو خونه ما. فقط مهمونی که نبوده، 100 تا آدم آورده بود تو خونه ما زندگی میکردن. من اصلا این رو دیدم قش کردم. باور کنین دخترم منو به هوش آورد. دو تا از پیرنای شوهر منم تن دو تا از اون آقاها بود. کلی اساسیامون هم گم شده. من واقعا شرمنده‌ام خانم مجلسی. اگه اجازه بدین من توضیح میدم خدمتتون. خیلی خوب الان وقت توضیحه. چه دفاعی داری؟ من غلط کردم. من اشتباه کردم. من واقعا شرمندم. من توی موقعیت قرار گرفتم. وگرنه اینجوری نمیشد. من هر کاری که شما بگین میکنم. یعنی خسارت جبران میکنم. هر چقدر خسارتش باشه تقدیم میکنم. فقط این یه بار شما بزرگواری بفرم. هر غلطی دلت خواسته کردی الان رضایت هم میخوای. ببینین جناب سروان ما مدعی هستیم به خاطر اینکه ایشون از نام خانواده ما و پدر بنده و خونه ما سوء استفاده کرده. اینا خانوادگی کار میکنن. اینا یه باندن. باور کنی. تازه پدرش هم میخواسته یه خانمه رو فریب بده. اونم به اسم شوهر من. شما که عیانا تو بربنده باجناق که شرکتی ندارید. باجناق؟ با جناقشون هم مگه تو این پرونده هست؟ نه خانم محترم با جناق اسم یه کامیونه. به شما کامیون نفروختن؟ کامیون؟ والا من نمیدونم از اینا بعید نیست هر کاری رو بکنن. شاید پول گرفته باشن از پدر بنده و هر کاری رو کرده باشن. شما از پدر بنده پول گرفتی و کامیون خریدی؟ جناب سروان اگه چیزی بدون ببخشید پرونده با جناق مربوط به برادرم میشه سیامک سلطانی. دامنه کلاهبرداری شما دوتا برادر انقدر گسترده است که منم پاک گیج شدم. واقعا گیج شدم. ببخشید. از زمانی که با هم ازدواج کردیم تا حالا این اولین باری که داریم با هم جدی حرف میزنیم. نام تو کلانتری جالب. حالا راستش بهم بگو ببینم کی هستی. آخه نوشین من جای دفاع نداره کاری که کردم. ولش کن. من نخواستم از خودت دفاع کنی. دفاعاتو بذار تو دادگاه. میخوام بدونم شوهرم کیه، خونهشون کجاست، پدر مادرش کیه، اصلا چی کاره است. خب باش میگم. فکر کنم اینو تا الان فهمیده باشید. من مهندس نیستم، پول دارم نیستم، یعنی هیچی پول ندارم، هیچی نیستم، هیچ کسی نیستم. همین. فقط من عاشقم چون دوست دارم. فقط همین. عاشق؟
که فکر منو دروغ میگم. آره اگه گفتم مهندسم، اگه گفتم پول دارم، اگه نگاه کن این عینک اصلا نمره نداره، اگه گفتم سعید نوکرمونه در صورت که داداشم بود، اگه گفتم اون خونه مال ماست، اگه همه چیزی که باش کمپوز در میکردم، اگه همه این رو گفتم فقط بخواد اینکه تو رو از دست ندم، فقط همین. سعید برادرته؟ آخرش که چی؟ بالاخره که یه روز همه چی رو میشد. میدونستم خودم گفته بودم، میگفتم که بذار قبل اینکه قضیه جدی شه درستش میکنم، ولی همینجوری رفتیم تا به اینجا رسیدیم. حتی همین دیشب به جون خودم میخواستم بگم، کاش میگفتم. الان دیگه خیلی دیر شدم، اگه از اول میگفتی پای همه چیت وای میستادم، جلوی پدر مادرم هم خودم وای میستادم، ولی چون با دروغ اومدی جلو یه را بیشتر نمونده. میدونم چیه اون، چون دیگه خوب میشناسمت. من فقط گوش بده من چی میگم. میگم که اگه من شوهرت نبودم، چون خیلی سخته دیگه، الان همه جوره حق دارم، من الان شوهرت هم شرعاً و قانوناً، الان میتونم بگم من طلاق نمیدم. میدونی نامزد نیستیم که، یا تو دوران آشنایی که نیستیم، من الان همه جور حقی دارم، ولی یه کلمه تو به من بگی که دیگه دوستم نداری، میگم برو. دوستت ندارم، طلاقم هم میگیرم. نه نوشی، میگم ما در یه زنگ خونه مجلسی بزنیم بریم جمعه نامونو بگیریم ازشون. ماما جون ول کن دیگه، نمیبینی چقدر دستمون عصبانیه؟ یه چیز بهمون میگن ها. ای بابا، من همه کرمای صورتم تو چمدونمه. عمه جون شما یه شب کرم نزن چی میشه؟ راستی الان میخوام بریم هتل، شناسنامه میخوام، همینجوری بهمون اتاق نمیدن که. شناسنامه سرشونو بخوره، مادر پول میخواد برای هتل که ما نداریم. ای سلام. من پرونده رو تکمیل کردم، شما چیکار کردین؟ هیچی دیگه، ما من پسر رو شکایت کردیم، انداختنش بازداشتگاه. دایی جون فهمم یه مقدار خستم، حالا من زیاد خوب نیست، که یک دو روزم هست که نخوابیدم واقعا. اگه میشه بریم خونه. راست میگه، منم داغونم. هممونو گرفتار کرد دیگه، تقصیر بابای منه دیگه، وقتی به هر کس و ناکسی دایی جون اطمینان میکنه آخرش هم باید بشه همین دیگه. دایی شما تونستین آدرسی تلفنی چیزی از بابا پیدا کنی؟ من فقط یه شماره تلفن ازش دارم، اونم که اینقدر گرفتم خسته شدم، هیچ خبری ازش نیست. کلیدارو از سعید گرفتی؟ خواهر تعجب میکنم به خدا از این محمود بیفه، کلید گاف صندوقش هم داده دست این پسره، ببین آدم چقدر لجش میگیره از این آدم. بریم. ببینم. بله. خیلی وقت برای خانواده کار میکنی؟ بله خیلی وقت. بهت اعتمادم داشتن؟ بله خیلی زیاد. پس چرا گذشت نکردن؟ حق همه. ببرش. الحمدلله که به خیر گذشت. به خیر گذشت؟ با چی؟ چجوری؟ جفت پسرات رو بازداشتم، به خیر گذشت؟ من در مورد خودم میگم آبجی جون، به اونا چی کار داره؟ بالاخره اونا هر دوشون بیرون میان، نگران اونا نیستم، دلم روشنه. خب حالا ماشین خبر کردی؟ بله، دو تا آژانس، یکی واسه خودمون، یکی هم واسه اونا. به هر حال هر بدی هر خوبی از ما دیدین حلالمون کنین،
به جان سعیدم نیتمون خیر بود. جناب دکتر حرفایی میزنید. اگه فکر کردی من به خاطر پول و پله جناب علی جلو اومدم، خیلی اشتباه میکنید. ما با نداریتونم میساختیم. ما یه غلطی کردیم. برامون کنه. همه جون من یه لحظه هم دیگه اینجا نمیمونم و بریم. ساکت باش، حالا کی خواست اینجا بمونه؟ تو برای خودت یه چیزی میگی؟ چی فکر کردم مرد خونم، گفتم یه چیزی گفته باشم، ببخشید. تو بی خود کردی. خوبه. ای بابا. خیلی خوب، حالا امشب میگردیم یه جایی رو پیدا میکنیم میخوابیم تا فردا خدا بزرگه. وای مگه ما میذارم شما از جلو چشم دور بشین؟ شما مهمون خودمی. او کلاهبردار اصلی که فرار کرد، من میذارم شما برین. شما گروگان موین. خیلی ممنون ملوک خانم، خیلی متشکرم، دیگه کار از این حرفا گذشته. آره ملوک جون، همین بهتر که ما چشمون تو چشم دیگه بعد از این ماجراها نیفته. خیلی ممنون از محبت. کدوم محبت دلت خوشه؟ شما میایین پیش ما، تا او کلاهبردار پیدا نشه شما هیچ جا نمیرین، فهمیدین؟ یه حرفا چی میزنی آبجی؟ پول تو که پلو این بدبختا نیستش، از اینا چی میخوای؟ تو چته؟ پول ما پیش اینا نیست، اما پیش شوهر ای که هست. همچی که به فهم مزن و بچه شو گروگان گرفته، ما هر جا که باشه پیداش میشه، او وقت ما دارم براش. تعارف نکن دیگه، پول که نداریم بریم هتل. این موقع شب هم که نمیشه رفت در خونه فک و فامیل، بریم پیششون دیگه. تو ساکت باش. آقا شما پامیدار میرفتین؟ تعارف نکنین، بفرمایی. بفرمایی. منزل اینه؟ ها، این ویلای شمالشونه. بی خودی هم براش نقشه نکشی ها، اینجا اجاره ایه. مالوک جان امشب اینجا زلزله نیاد خوبه. مامان جان اینجا یه چیک آبم از آسمون بیاد سقفش ریخته پایین، زلزله ما چیکار؟ سیمین خانم خواهش میکنم، یواشتان اون بغل دستی از من پول طلبکاره، اگر بفهمه میاد بیرون قشقرک به پا میکنه. بفرمایید هومن جان، آفتابه رو از حوض آبش کن بذار در مسترا، لولش ترکیده. مامان اینجا سوس داره، من نمیام تو. خوبه تو هم سوس داره. میگم اکبر، موی زنایی میبرم تو اتاق، شما مردا کجا میخواییم بریم؟ ما میریم زیر زمین. بفرمایی. لعنتت کنه زندی، ببین به چه روزی انداختی ما رو. دنبال من بیا. خوب شد؟ الان راحت شدی نه؟ چی؟ هم منو بدبخت کردی هم خودتو بیچاره کردی. الان جگرت جلا اومد نه؟ ای بابا داداش چی میگی؟ کی فکرش میکرد آقای زندی تو زرد از آب در بیاد؟ جان مهندس حکری فقط خودت زرنگی نه؟ گفتی میرم خودم پولدار جا میزنم، دخترم میگیرم باش میرم کانادا، افتادم تو اصل. حالا بخور دست بالای دست. بسیار آقا سیامک، بسیار. حالا سعید حماقت کردم، به خاطر پولشون رفتم جلو. اولش هم اینجوری بود، خراب کردم. ولی واقعا الان برای مهم نیست نوشین پول داشته باشه یا نداشته باشه، خانوادش پولدار باشه یا نباشه. چیزی که بعد اول میفهمیدم الان فهمیدم، خیلی اشتباه کردم. سعید من زنمو دوست دارم، به جون خودم راست میگم، به روح مامان جون باور کن، این یکی رو راست میگم. آقا تو چجوری یه چیز نخونده امضا کردی آقای زرنگ؟ آقای باهوش بابا نگو دیگه اینقدر سعید، هول شدم دیگه. تو هم توی شرط بیده همین کاری میکردی. من جواب مجلسی رو چی بدم؟ من مطمئنم من از کلینیک بیرون میکنه. ای بابا برای تو کار پیدا میشه، من بدبختم. با مسئله کار نیستش که، مثلا روم نمیشه تو چش خانوادهش نگاه کنم. چجوری میخوام پس برای تو صورتشون نگاه کنم؟ من این نمیفهمم. خب نگاه نکن، داشتم میگفتم خودتو بذار جای من، ولی هیچ وقت نمیتونی، هیچ وقت نمیتونی جای من باشی سعید.
میگی کار؟ تو اصلا میفهمی عشق یعنی چی؟ تا حالا کسی دوست داشتی؟ بعد جوری سعید تو این آدم آهنی میمونی. من میشه دوست داشتم جای تو بودم، نه عشقی، نه احساسی، نه چیزی، راحت زندگی میکردم. اصلا تو میدونی اینا یعنی چی؟ بعد جوری سیامک، بعد جوری. ببینم سعید چیه؟ نکنه تو هم فکرین همی باز چی؟ خودم تو درد سر انداختم، این همی کمکت کردم برای اینکه حالتو میفهمیدم. خیلی گلی، تو هم که میدونی من همیشه دوستت داشتم، ولی من احمق یکی همین بدبختیاش هم همینه، عشق کور میکنه چش آدم. علا یار جان چرا رنگت خزان است؟ سبز به ناز می آید، محرم راز می آید.